ابلهتر. این قسمت آقا بهنام داغشو دوست داره. خروسخون صبح هنوز آفتاب نزده، سراغ کسی نمیخوایم بریم جز آقا بهنام تشکر، که شانس ما امروز 5 صبح آفیش شده و کله سحر که چه عرض کنم نصف شبی باید بره زیر دست عمو مجید و مراحل پیرمرد شدن و پشت سر بذاره. بله، خلاصه امشب نواسه ما نواسه آقا بهنام مثل دیشب نیست، دیشبم مثل امشب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست. بله، اینم خود آقا بهنام که نصف شبی یا بهتر بگیم کل صبحی خندون و سر حال از خونه میاد بیرون تا خودشو به لوکیشن. هنوز تاریکه و ما از خونه بیرون اومدیم و هنوز تاریکه. 5 صبح در یک زمستان سرد و خوبه دیگه. این جالبه که الان من و شما با هم دیگه داریم راجع به یه چیزایی 5 صبح داریم حرف میزنیم. خب حتما شما هم شنیدین این فوتبالیستا که میگن باید شب بازی خوب خوابید و تمرکز کرد و از این حرفا. بذار ببینیم آقایون بازیگرم مقیدن به این چیزا، خوب میخوابن، استراحت میکنن یا نه. این شب 12 شب خوابیدم، چون دیر خوابیدم، یه برنامه که باید میدیدم از تلویزیون دیر خوابیدم. خواب که ندیدی؟ خواب نه، راستش یه کمی چون دیر خوابیدم همش نگران صبح بودم، با اینکه که موبایلمو گذاشته بودم رو آلارمش که بیدارم کنه، ولی خوب نخوابیدم. راستی یادته آخرین خوابی که دیدی کی؟ آخرین باری که خوابیدم یادم میاد، آره، خوابای خوبی ندیدم. اه چی بود حالا؟ نمیدونم، ولی صبح که بیدار شدم حالم خوب نبود، خوابای خوبی ندیدم. میدونم چی میگی، فکر کنم تا صبح قیافه جودی جلو روز بوده. آقا بهنام هر چند سالها بازی روی صحنه تئاتر تجربه کرده، اما همین 5-6 سال پیش بود که با ساختمان پزشکان بازی جلوی دوربین رو تجربه کردم. میگه اولین صبحی که آفیش شده بعد جوری استرس داشته. خیلی استرس داشتم، من نمیدونستم کار چطور میشه، یه کمی استرس داشت. من اولش 3-4 روز اول استرس داشتم، ولی بعدش آقا بهنام عشق ماشینه و همیشه با ماشین خودش سر صحنه میره. بذار ببینیم شازده یادش روزی که امتحان گواهی نامه داد. گواهی نامه خودم ساله اولم رد شدم، ولی دفعه دوم قبول شدم. آقا بهنام خیلی ساله ازدواج کرده و یه پسر دوست داشتنی هم داره، اما حتما شب خواستگاریشو خوب یادش. شب خیلی خوبی بود. آره، شب خیلی خوبی بود. شب آروم بود. همه چی واقعا همیشه اوکی بود. بهنام خان میگه پدر زن و مادر زنشو از قبل میشناخته و اونام تو مراسم خواستگاری بهش سخت نگرفتن و خیلی انقلت نیاوردن. خیلی خیلی آدم های محترم، هم پدر زن هم مادر زن، جفتشون محترم. حتی سر مهریه؟ نه بابا، اصلا اصلا اهلی میشه اصلا. مهریه رو چون مهریه هست بود. معمولاً زندگی و اخلاق بازیگرها قبل و بعد معروف شدن تفاوت‌های عمده‌ای می‌کنه. بذار ببینیم آقا بهنام هم که همین چند سال پیش این مراحل رو طی کرده زیر بار این تغییر کردن میره. خودم تغییری نکردم، واقعاً تغییری نکردم، به لحاظ این که حالا مثلا بخواد، چون خوشبختانه خیلی دیر این اتفاق افتاد، یعنی اگر زودتر این اتفاق می‌افتاد شاید نگاه هم یه نگاه دیگه ای بود نسبت به کار، نسبت به این
دو تا زاویه که حالا قبل و بعد این که حالا ما بیشتر با مردم سر سلام علیک داریم، ولی خودم نه، یعنی همون اصولی که از اول داشتم و دارم، کارمو دوست دارم، هنوزم کارمو دوست دارم و خیلی هم شوکه‌ام. چی شده؟ تلفن آقا پنج صبحم زنگ خور داره. چه شد دلمون روشن؟ پنج صبح؟ ببخشید کیه؟ الو بله. سلام سلام. الو الو. چطوری ماکان؟ ای رفیق خودمونه ماکان خان که از کمالاتشون قسمت قبل کم نگفتیم برات. باشه باشه من یه دقیقه دیگه میرسم. یه دقیقه دیگه میرسم. خب بزن برو سمت لوکیشن که ظاهراً اوضاع خرابه. ماکان 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 ببین من دم درم دارم میام تو. آره آره سلام علیکم آقا اسکندری کو سلام بسیار مجید جو یه بوسی بگو چکرم من میرم لباس عوض کنم بیا این صندلی داغتونه نه؟ آقا بهنام داغشو دوست داره. بله آقا بهنام که 5-6 ساعتی باید زیر گیریم باشه خودشو با اجازتون راحت کرده و به این شکل سپرده دست خواب. به به گردم خسته نشه. ای جانم میخواد پیر شه. نخسته آقا ماشالله چرت مفصلی زدی. میخواد موسیقی پخش میکرد که موسیقی یا خوابم خواب آورد. بارانه عشق چشمان زرگ بود آقای چشمان زرگ. ولی خب بعضی وقتا میخوابم خودم خیلی کم. همیشه اهل چرت زدن زیر گریمای سنگینی؟ نه 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 بعضی وقتا خدای تو اسکندری هم چیزه یه راحت باش بگی بخواب که ایشون راحت باشه. راستی موزیک هم زیاد گوش میدی زیر گریما؟ موزیک؟ آره تو اتاق گریم آره موزیک گوش میدم، مخصوصا اینجا که یه مقداری چیزم هست برحال خیلی بیشتر تو اتاق گریمم. بعد صدای کدوم خواننده ها رو دوست داری؟ خواننده های ایرانی خب سیروان خسروی، زانیار، محسن چاوشی، همایون شجریان، همینا دیگه، محسن یگانه. اکثرشون دوستان هم اون طرفی هم آره گوش میدم. آره خوباشو گوش میدم. اونایی که تو مثلا ترانه های خیلی خوبی داره یا ملودی های خیلی خوبی داره اونا رو گوش میدم. نامحسوس میان گیریم. خب بذار بریم سراغ گیریمی که خود بهنام خان میگه اصلا تصورشو نداشته و حسابی از حاصل کار عمو مجید غافلگیر شده. راستش فکر نمیکردم واقعا به این شکل شمایل باشه. ما بلا فاصله تست گیریم که گذاشتیم خیلی چیزا مشخص شد برام. بود که خیلی خوشحالم که به این شکل شمایل در اومده. اون میگه این گریم روی تیپی که گرفته و بازی که داره میکنه تأثیر بسزایی داشته. صد درصد یعنی خیلی روی انتخاب جنس صدایی که این پیره مرده داره. تو همه چیزش دیگه، تو راه رفتنش، تو برخوردش، تو همه چیزش دیگه، همه چیزایی که معمولا ما باید بهش دقت کنیم.
یادمونه آقا بهنام روز اولی که عمو مجید گیریمش کرد انقدر ذوق زده شد که همونجوری پاشد رفت خونه تا آقا پسرشو غافلگیر کنه. بذار ببینیم یادش اون روز چی شد. آره رفتم فکر خودم چون نمیدونستم اینطوری رفتم خونه، عکس‌العمل پسرم خیلی برام جالب بود. خودم درو باز نکردم، زنگ زدم، درو باز کرد تا منو دید رفت عقب. رفت عقب. خب برام خیلی فرق کرده دیگه، یعنی اصلا فکر میکرد که یه نفری اومده. بعد من دیدم یه کمی هول شد چون پیرمرد اخمویی هم هست. من دیدم هول شد، گفتم نترس بابا منم بابا. یه کمی نگاه کرد و اینا، گفت چه بلایی سرت اومده؟ گفتم که گیریم و فلان، چون حالا اینطوری نهیده بود، منم سر کار اصلا نیاوردمش. به نظرم خیلی تأثیر گذاشت روش. الانم بعضی وقتا مثلا میاد میشینه میگه که من بزرگ بشم شما پیر میشید نه؟ گفتم آره یواش یواش داره پیر میشه. راستی بذار ببینیم آقا بهنام هیچ وقت به این فکر کرده وقتی پیر بشه چه شکلی میشه؟ یعنی ممکنه مثل همین پیرمرد اخموی ابله بشه؟ فکر نمی کنم. نه فکر نمی کنم شبیه پیریان باشه. نمیدونم. ولی مثلا توی خانواده مثلا عکس پدر بزرگ یا مثلا حالا مثلا پدرمو که میبینم زیاد شباهت ندارم بهش. من یادم عکسی که انداختم عکسو به مادرم نشون دادم، بعد گفتم که ما یه بازیگر آوردیم از لبنان. من نگاه کرد ببینید تو موبایل عکس تست گیریمم، گفت حالا چرا از لبنان آوردیم مگه تو ایران نداریم که؟ چقدرم چیز عصبیه فیلان. انداخت کنار گوشه، گفتم که ما اون من بود. مادرم من نشناخته بود. آقا بهنام داغشو دوست داره. خب رسیدیم به نهار و غذا خوردن و آقا بهنامی که ظاهرا با این گیریم نمیتونه خیلی چیزی بخوره. سخته ولی لم دارم. اولا که همچین با احتیاط فقط نوشیدنی میخوردی. آره روزای اول آب میوه میخوردم، بعد دیدم دارم ضعف میکنم دیگه نمیتونم. ولی چیزه یواش یواش دیگه، لقمه های خیلی خیلی کوچیک یه بتونم غذا. اتفاقا اینطوری هم خیلی بهتره لقمه کوچیک. وقتی از بهنام خان در مورد غذای مورد علاقش میپرسیم میگه بیشتر از اینکه غذای خاصی دوست داشته باشه دوست داره غذا رو داغ بخوره. در واقع بهنام خان داغش رو دوست داره. البته کمم غذای مورد علاقه نداره. میرزا قاسمیم فسان جون، به به کوبیده خوب، خوش اشتهام هستی ماشالله. و آبگوشت هم خوبه، اینجا آبگوشت های خیلی خوبی میپزن. ای جانم آبگوشت بار میذارن خوبه. اهل آشپزی چی هستی؟ اصلا. یعنی مجبور باشی هم دستی بر پخت و پز نمیبری؟ متاسفانه استعدادشو ندارم. البته راستشو میگم یکم تنبلم. دست در نکن. اوه یه دونه. من اینطوری میذارم که تبلیغ نشه. من دیگه خیلی بخوام چیز کنم مثلا سوسیس تخم مرغی در این حد بلد نیستم. اهل رستوران و فست فود هم هستی؟ رستوران آره، ولی فست فود کم، خیلی کم. این همه سفر میری ماشاءالله، غذای کجا رو میپسندی؟ خب غذای تقریبا غذای هند رو خیلی دوست داشتم، غذای کشورهای آسیا جنوب شرقی رو خیلی دوست داشتم. تنده ها، البته شما که داغش رو دوست داری. غذای هندی دوست دارم. آره غذای هندی دوست دارم. آها آقا بهنام داغ و تندش رو دوست داره. Thank you.
آقا بهنام داغش رو دوست داره. حالا اومدیم تو زندان تا با آقا بهنام یکم جدی از کار بگیم و ببینیم اصلاً چی شد پیرمرد ابله اون شد. زنگ زدم به من، گفتن آقای تبریزی قراره سریال کار کنیم اسم ابله. من رفتم دفتر، آقای تبریزی گفتن که قراره یه نقشه پیرمرد رو قرار بزن. یکم تعجب کردم، گفتم حالا چرا پیرمرد، چرا من؟ گفت دیگه قرار شده شما بازی کنیم. وقتی از آقا بهنام میپرسیم متن خونده قرارداد بسته یا نه، میگه قرارداد بسته متن خوندم بله، اونم به یک دلیل، دلیلشم خود آقای تبریز. و وقتی میپرسیم با خوندن متن پشیمون شده یا نه، هم جواب جالبی میده. متنی که خوندم شاید یکی دو قسمت اول، شاید اونطوری که باید، شاید منو نگیره، که بعد با بچه ها با آقای تبریزی صحبت کردیم، قرار شد که یه تغییراتی تو قسمت اول انجام بشه که خلاصه تر بشه. خود پیره مردم بابا بزرگم کم نیست این سریال، من که میخوندم از معدود فیلم نامه هایی بود که من میخوندم و میدیدم که کاراکتری که من قرار روش مکس بکنم زیاده و همینطور نگرانتر می شدم بابتش، و خب از طرف دیگه خوشحالترم می شدم بابت اینکه به آقای تبریزی اعتماد کردم بابت این نقشه. که بعد دیگه وارد کار که شدیم به نظرم این مقدار خیالم راحت تر شد. راستی آقا بهنام، از میون بقیه نقشا چیزی نبوده که دوست داشته باشی اونو بازی کنی؟ نه نه نه، انصافا چون خود پدر بزرگی انقدر خاص بود، بابا بزرگه خاص بودنش هم یه سری ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها برای من که میخوندم خیلی دلچسب تر بود. آقا بهنام قبل از این کار با ساخت ایران بازی تو سریال خانگی رو تجربه کرده. بذار ببینیم از اون کار راضی بوده که دوباره تن به بازی تو سریال خانگی داده. از قبلی واقعا پشتوانه خوبی داشتیم، اولین کار من بود با آقای لطیفی. راستش تا یه جای فیلمنامه خیلی خوب نوشته شده بود، بعد از اون خوب نوشته نشده بود. به هر حال مردم هم بعضا ما رو بیرون میبینن، همه بعضا سوال میپرسن، میپرسن که چرا آخر ساخت ایران اونطوری شده. اصلا بگو ببینم این مدیوم شبکه خانگی که پوستر آدم و رودر و دیوار شهر میزنن و مردم پول میدن از سوپرمارکت کار آدم رو میخرن، واسه تو بازیگر چه حسی داره و چه تفاوتی داره با مدیوم های دیگه مثل تلویزیون یا حالا سینما؟ به نظرم آره یه کوچولو، چون میدونید مردم انگار بیشتر در جریان کارهات هستن وقتی که توی نمایش خانگی قراره که سریالت مثلا حالا پخش بشه، یا حتی مثلا اون جالبه که مثلا خود سوپرمارکتی ها اونا بیشتر در جریان هستن، اونا میتونن بهت آمار بدن. بودن مثلا گفتم مثلا این فیلم چی، این سریال، گفت نه مثلا اونو نمیبرن، مثلا اینو خوب میبرن. و خب چیز بود دیگه، برای من جالب بود، یعنی هیچ کجا تو نمیتونی یک همچین نظراتی، همچین اطلاعاتی بگیری چه توی سینما. حالا تلویزیون معقولاش باز یه مقداری نزدیک به نمایش خانگی هست که حالا مردم مثلا بیرون میبینن بلافاصله نظراتشون رو میگن، ولی استقبال مستندی که تو میتونی داشته باشی از اینکه کاری که توش بودی فروش رفته یا نه، این به نظر من اطلاعات جذابی بهت میده. این به نظر من خودش جذابیت داره دیگه. آدمی هم هستی که بری تو سوپرمارکت ها آمار بگیری ببینی چقدر کار فروخته جان من؟ بله پرسیدم، یعنی تو سوپرمارکت های اطراف خونمون پرسیدم، و برای قسمت اولش بدون استثنا همه اون سوپرمارکت هایی که 4-5 تا اطراف خونه هستن گفتن که اون پک اولی که اومده همش رفته، و نصف پک دومی هم که سوپرمارکت رو خریدن به فروش رفته. به نظرم خوبه دیگه.
اعصابت؟ آخرش آقا این آخرش اون نفر اولی که داره میگه من میدیدم لعنتی رو آخرش لعنت چند سال انسان آقا بهنام داغشو دوست داره. خب بهنام خان بشین رو صندلی زرد تا ببینیم دنیا دست کیه. ابلهانه ترین کاری که تو بچگی کردی و بگو ببینم. میخوره بد تخس بوده باشی یا؟ یه بار یه دعوای خیلی بدی کردم. خیلی بد بود دعوای. آره یه دعوای خیلی بدی بود، 13 سالم بوده اینا. خب زدی یا خوردی حالا؟ یه جوری زدم که باز خوب آبروداری کردی. باباش دنبالم میگشت. اوه بابا هم اومده. من جوون بودم دیگه که حتی یه بار باباش دنبالم کرد. من به خاطر اینکه چیز نشه، یعنی یه موقعی مثلا بابای منم درگیر باباش نشه فلان اینا، اون دنبالم میکرد، خونه نرفتم، یعنی یه مسیر دیگه ای رفتم، ولی فکر کنم رکورد زدم تو 2 سرعت. آرزوی بزرگی هست که حسرتشو داشته باشی؟ هیچ آرزوی بزرگی ندارم که حسرت بهش داشته باشم. یه دل مشغولی دارم که اون دل مشغولیم اینه که دنیا رو بگردم. به به، همیشه بگرده. یه جایی که ما نمیبینیم، یه جایی که اصلا ربطی به اخبار و اینا نداره. حالا بخوایم برات یه بلیت تفریحی بگیریم، کجا دستور میفرمایی؟ دو جا رو. نه دیگه، یه دونه عزیزم، اونا چک برای 10 سال دیگه دارم بهت میدم برای دستمزدت. دوتا بلیت که نمیدن قاعدتا، اینم تازه شوخیه. یه جا تو یا آفریقا یا تبت، ولی فکر کنم برم آفریقا. همسفر کیو میخوای انتخاب همسفر کنی؟ در ضمن حواستم باشه خیلی دست تو این زمینه باز نیست، احتیاط کن تو اسامی. با هوتن شکیبا میرفت. ای جان من، من که چشم حتما خدمت میرسم. بازیگر نمیشدی؟ تو چه سنفی در خدمت موزیسین میشدم، دوست داشتم رهبر ارکستر بشم. اولین باری که رفتی سینما یادته؟ اولین باری که رفتم سینما فکر میکنم آره اولین باری که رفتم سینما فکر کنم رفتم کانیمانگا رو دیدم. واقعا اینجا کانیمانگاست، مراقب باشی. با برادر بزرگم هم رفتم، با بهروز، فیلم جنگی حماسی خیلی خوب که برای دوران جنگم ساخته شده بود، خیلی هم خوب بود. بازیگر ایرانی مورد علاقه دوران نوجوانی. خدا رحمت کنه آقای شکیبایی. مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ی غزل. یکم بزرگتر شدی، اون بازیگر اسطوره خارجیت کی بود؟ خارجی الانم که واقعا خیلی بهش علاقمندم، آقای آلپاچینوی. خیلی من همه فیلماشو دارم. آلپاچینو از اول فیوریت من بود. آدم ویژه بهنام تشکر در ابله. کمال تبریزی. خوش مشرب ترین مجید صالحی بودم. بچه های دیگه هم هستن، جدی دارم میگم، بچه های دیگه هم هستن که به هر حال سعی میکنیم. حالا میخوای اسم کل عوامل رو نگی؟ خیلی، احمد مهرانفر از یک طرف، مجید صالحی از یک طرف. نه دیگه همش نزن، ولش کن. بودن شاکی با خوش تیپ ترین. اصلا خوش تیپ تر خودمم. ای نه بابا، چه تواضعی. بعد پرخور ترین؟ فکر میکنم مجید صالحیه پرخوره. آره شایدم مهران احمدی هم باشه. مجید خیلی رو پرخوری میکنه. مهران خسیس ترین چی؟ خسیس نمیدونم، چون باشون این ورون بر نرفتم که ببینم دست به جیبشون چطوره. ایشالا کار که تموم بشه متوجه میشی. حالا برسیم به اسما. کمال خان تبریزی. کمال تبریزی باهوش. آقا مجید صالحی دوست داشتنی.
احمد مهرانفر. با نمک، خیلی با نمک. مهران احمدی، پرتلاش و به نظرم تناز. محمد رضا سکوت. محمد رضا سکوت از اون جنس فیلم برداره که تو وقتی جلوی دوربینش قرار میگیری احساس آرامش میکنه. قسمت بعد